دوستان، در کلام خداوند در مورد چگونگی رفتارمون در موقع سختی ها آیاتی هست که مایلم برای شما قرائت کنم. در کتاب یعقوب فصل 1 آیات 2-8 می‌خوانیم: وقتی مشکلات و آزمایش های سخت از هر سو بر شما هجوم می‌آورند، بسیار شاد باشید، زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر و تحملتان بیشتر می شود. پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید، زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت. اما اگر کسی از شما طالب حکمت و فهم برای درک اراده خداست، باید دعا کند و آن را از خدا بخواهد، زیرا خدا خرد و حکمت را به هر که از او درخواست کند سخاوتمندانه عطا می فرماید بدون اینکه او را سرزنش نماید. اما وقتی از او درخواست می کنید، شک به خود راه ندهید، بلکه یقین داشته باشید که خدا جواب دعاهایتان را خواهد داد. خدا را شکر. زیرا کسی که شک می کند مانند موجی است در دریا که در اثر وزش باد به این سو و آن سو رانده می شود. چنین شخصی هرگز نمی تواند تصمیم قاطعی بگیرد. پس اگر با ایمان دعا نکنید، انتظار پاسخ نیز از خدا نداشته باشید. آمین. خب دوستان، امیدوارم که توانسته باشیم از کلام خدا و روح خداوند آرامش یافته و زندگی هامون و مسائلی را که با آنها دست به گریبان هستیم از دیدگاه دیگری بنگریم. امیدوارم امشب آموخته باشیم که به خدا بیشتر اعتماد کنیم و در حضور او فروتن‌تر شده و همیشه خودمون را بر حق ندونیم و رعایت حال دیگران را نیز بنماییم. همینطور این فرمایش خداوند را به یاد داشته باشیم که فرمود: اگر ما خدا را دوست می‌داریم و مطابق خواست و اراده او زندگی می‌کنیم، باید بدانیم که هرچه در زندگی ما رخ می‌دهد به نفع ماست. آمین. عزیزان شنونده، دوستانی که صدای منو می‌شنوید، شما ممکنه که در این لحظه سوال بفرمایید: چطور؟ چگونه؟ مگه ممکنه این شرایط وحشتناکی که من الان در آن هستم روزی به نفع من و برای جلال نام خداوند تموم بشه؟ چطور ممکنه که این مصیبت‌ها، ضررها و دلشکستگی‌های من روزی به نفع من و خداوند تموم بشه؟ دوستان، ایمان داشته باشید. ایمان داشته باشید که عیسی مسیح شما را دوست داره و در صورت صبر و ایمان به او، حتی بدترین شرایط و مسائل شما روزی به نفع شما و جلال نام او خواهد بود. از شما دعوت میکنم تا به اتفاق جواب این سوال خودمون را از کلام خداوند بخوانیم. او در اوج لحظات گیجی و سردرگمی و دردهای ما و درست در همان موقع که علامت سؤالی به بزرگی خود دنیا در مغز ما به وجود آمده که چرا ما باید در این شرایط سخت زندگی کنیم، به ما می‌فرماید: با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما. در هر کاری که انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت. خدا را شکر. عزیزان، این قسمت از کلام خدا در امثال فصل 3 آیات 5 و 6 بود. خداوند در اوج
سردرگمی ها، دلشکستگی ها و درد های ما درست اون زمانی که واقعا درمانده هستیم و به هر کس و هر طرف روی میاریم تا جوابی برای مشکلات خودمون پیدا بکنیم، به ما میفرماید با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما. در هر کاری که انجام میدهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت. خدا را شکر. خداوند در جای دیگه از کلامش در اشعیا 55 و آیات 8 و 9 همچنین می‌فرماید: فکرهای من فکرهای شما نیست و راه‌های من راه‌های شما نیست. به همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است، راه‌های من نیز از راه‌های شما و فکرهای من نیز از فکرهای شما بلندتر و برتر است. آمین. خدا را شکر به خاطر این کلام آرامش بخشش. بله عزیزان، بعضی مواقع در زندگی ما به نقطه‌ای می‌رسیم که واقعا در می‌مونیم، واقعا نمی‌دونیم چرا مصیبت‌ها، مشکلات، غم و غصه‌ها به ما حمله می‌کنن. ولی خداوند میگه با تمام دل خودت به من اعتماد کن و بر عقل خودت تکیه منما. با هم دعا کنیم. خدای قدوس و پاک، پدر مهربان و آسمانی ما، من از بابت کلامت برای راهنمایی و آرامشم در مشکلات و مصیبت‌ها از تو بسیار سپاسگزارم. خداوندا ما احتیاج به آرامش، صبر و بخشش تو داریم. خواهش میکنم ما را در نام عیسی مسیح ببخش و با روح پاک خودت صبر و بردباری الهی عطا بفرما. خداوندا به ما کمک کن تا همه را مانند پسرت عیسی مسیح دوست داشته و محبت کنی. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. عزیزان شنونده، به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک می شویم. از شما بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه ما را همراهی فرمودید. دوستان گرامی، چنانچه مایل می باشید تا مجدداً این برنامه و یا مجموعه کامل برنامه های ما را بشنوید، لطفاً از وبسایت ما در radioaramesh.org دیدن بفرمایید. همچنین چنانچه شما احتیاج به همدردی و دعا برای موردی دارید، لطفاً با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. تا گفتگوی دیگر، فیض و آرامش خداوند با شما باشد. Thank you.